درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق می نشینید. سیامک دهخانپور هستم. یک شنبه 12 آذر 2 دسامبر طبق معمول نگاهی داریم به برنامه‌های هفته گذشته افق، هفته که در دوشنبه با توجه به ایام محرم نگاهی داشتیم به تعزیه در ایران و خاستگاه اون و ریشه های اون. سه شنبه برنامه‌ای داشتیم با عنوان حماس و اسرائیل، به مسائل بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی پرداختیم و اینکه چرا ایران کمک‌های نظامیش رو به گروه‌های فلسطینی علنی کرد. چهارشنبه برنامه اختصاص دادیم به مباحث مربوط به مذاکره دو جانبه بین ایران و آمریکا و عنوان برنامه هم این بود: مذاکره دو جانبه بین ایران و آمریکا از شایعه تا واقعیت. و هفته رو در پنجشنبه با این برنامه در مورد تغییر قانون انتخابات مجلس به پایان بردیم و به کشاکش‌های سیاسی در درون گروه‌های متفاوت در جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. همچنین واکنش‌هایی هم از سوی کارشناسان داشتیم نسبت به تلاش‌هایی که گروهی از ایرانیان داشتن برای رفتن به داخل سفارت ایران در برلین آلمان. اگر اجازه بدید بخش کوتاهی از پاسخ آقای چلکوفسکی رو که در ایران به چلکوفسکی معروف هستند رو با هم بشنویم. آقای چلکوفسکی، از ایشون پرسیدیم که آیا ایرانیان اون چیزی رو که به عنوان در واقع تعزیه ازش اسم میبریم و اون جایگاهی رو که حسین ابن علی در بین اونها داشته با نگاهی که در گذشته به سیاوش داشتن با هم جایگزین کردن و اساساً چه تفاوتهایی از لحاظ مذهبی و فرهنگی بین سیاوش و حسین ابن علی میبینن؟ پاسخ پیتر چلکوفسکی رو با هم بشنویم. شکی نیست که این مناسک میتواند با سوگ سیاوش مربوط باشد، اما تردیدهایی نیز در این باره هست. شما می توانید تأثیرات شرق و غرب در آن را نیز ببینید. از ناحیه غرب یعنی بین النهرین یا عراق امروزی و شرق یا نواحی بخارا که خاستگاه اسطوره سیاوش است. بی تردید تعزیه متأثر از آیین سوگ سیاوش است، اما اینکه ریشه آن باشد تردیدهایی وجود دارد. حسین and all the rituals, Muharram particularly. حسین در همه مناسک به ویژه در محرم نماد آیین توبه است. این مردم کسانی اند که به یک باره تأیید می کنند حسین را تنها گذاشتند تا کشته شود. نتیجه این که آنها می خواستند کاری برای او انجام دهند و بسیاری از آنان تا پای خودکشی رفتند. اما خودکشی در اسلام حرام است. بنابراین آنان به راه حلی دست یافتند. آنها می‌خواهند با دشمن حسین بجنگند و آماده شهادت در میدان رزمند. این ریشه و علت آیین محرم است. شباهت‌هایی وجود دارد. در این باره شکی وجود ندارد. اما دشوار است که بگوییم از آن ریشه برگرفته باشد. بشنویم نظر شما رو در مورد ریشه تعزیه با توجه به اینکه برشک در این کتاب شما تاریخ اجتماع سیاسی تئاتر در ایران یه بخش مفصلی رو به ریشه تعزیه در واقع پرداختی. تا اونجا که میشه به اختصار بفرمایید آقای فلاح‌زاده که شما چطور میبینید ریشه تعزیه رو؟ باید بگم که من برعکس این آقای محقق که صحبت کردند، من در یه ارتباط مستقیمی با مرگ سیاوش و رستاخیزش به صورت گل سیاوشان میبینم و در واقع ریشه های اساطیری تعزیه بسیار عمیق‌تر برمیگرده به مرگ و رستاخیز طبیعت یا مرگ و رستاخیز یک تمدنی یا فرهنگی، و این رو ما به طور مشخص میتونیم در زندگی در واقع زندگی اساطیری سیاوش جستجو بکنیم. و در واقع کتابی هست شاهرخ مسکوب نوشتن به اسم سوگ سیاوش. ایشون در اینجا بسیار زیبا از نظر روانی رابطه تبدیل سیاوش رو به
امام حسین از دید ایرانی و فرهنگ ایرانی و مردم ایرانی و سلسله مراتب روانی که طی میشه در ذهنیت مرد ایرانی، انسان ایرانی، زن ایرانی تا سیاوش تبدیل به حسین میشه کاملا تحقیق کرده و جستجو کرده و بسیار زیباست. یعنی این ارتباط رو میشه کاملا جستجو کرد و ریشه هاش رو مشخص روش انگشت گذاشت و صحبت کرد. ولی طبیعتاً آقای فلاح‌زاده میدونید که خاستگاه این دو از جهت فرهنگی و مذهبی با هم متفاوت هست. نه اینطور نیست، برای اینکه در واقع ما میدونیم که امام حسین یا حسین و مذهب شیعه تشیع در واقع بخش زیادی از ریشه های آیین زرتشتی رو در خودش گرفته، جذب کرده و همینطور ریشه های از آیین میترائیزم و میترائیستی و در واقع مشخصاً وقتی بررسی بشه میتونیم این ریشه ها رو در مورد مذهب تشیع جستجو بکنیم و از این طریق برسیم به همذاتی یا همنگاری سیاوش و حسین. چقدر ترویج تعزیه با این درون مایه ارتباط داره که ایرانیان در تلاش بودن برای اینکه نشان بدن که این تعزیه در واقع شیوه است برای نمایش تقابل با قدرت حاکم؟ برشک اون چیزی که در ماهیت تعزیه هست به نظر میاد اون بخش در واقع روایت داستانه. بله اغلب برعکسش بوده، یعنی حکام استفاده میکردن از تعزیه و گاهی هم شده که خب ما در انقلاب 1357 دیدیم که از مراسم عزاداری استفاده شده و علیه حکومت وقت و اینا همیشه بوده، اما اغلب مثلا خود شاه عباس ما خبرشو داریم که همیشه حامی و مشوق بوده، مشغول بازی‌های نمایشی و مخصوصا این ترقو و باروت و انفجار و به این مسائل. خیلی این آقای کلمارت مقاله خوبی داره تو انسیکلوپیدیا اسلام هم اومده، ایرانی کام درج کرده آقای کلمارت از دوره شاه عباس. شاه عباس تا اونجا جلو رفته که جنگ های حیدری و نعمتی رو که بین سنی و شیعه بوده. اتفاقا همین خواستم پرسیدم، خود تعزیه چقدر کمک میکنه به ترویج احساسات ضد سنی داره؟ بله دیگه کمک میکنه، سنی ها خیلی ناراحتن برای اینکه ببینن یه کاربرد عجیبی از هم بازی‌های نمایشی و هم از عزاداری، هر دو رو بگیم، عزاداری که اهم مزونه، هر دو شیعه پیدا کرده و مخصوصا زیارت و باب المزار به وسیع شده و این یه مقدار زیاد کرده. سنی ها اینو میگن که این شرکه و شما اینطوری که دارید گریه میکنید یه نوعی پرستش دارید میکنید، جز خدا ما نمیتونیم بپرستیم. خب ما سنت پیغمبر هم داریم که بعد در مساجد و اینا مخصوصا مقابر شما نماز نخوانید، که اینم داریم. البته بعد پیغمبر در اواخر عمرشون عوض کردن، گفتن نه برای صلوات میتونید برید به مقابر. افول تعزیه بعد در طی دوران مشروطه و بعد از اون علتش چیه؟ جامعه نگاهش به مذهب تغییر میکنه؟ تئاتر کنسرت های اروپایی که اومد، کنسرت های اروپایی ما خود حتی تو خاطرات تاج السلطنه هم میخونیم که خود شوهر تاج السلطنه شد یه پا کنسرواتیو اونجا کنسرت. ولی خب تکیه دولت هم ظاهرا ابتدا اصلا قرار برای نبود که برای تعزیه ساخته بشه، بعدا تغییر کاربرد در واقع پیدا میکنه. تکیه قبلا هم بوده، دوره صفوی هم ما تکیه پاتوق داشتیم، برای که اینا شروع برای دسته های عزاداری بوده که پای توق بوده، از کجا توق حرکت بدن، و تکیه هم بوده از اونجایی که حسینی ها را می افتادند از تکیه بوده. منتها تکیه دولت زمان ناصرالدین شاه ساخته شد به منظور همین کار بود و متروک موند بعد از مشروطه تا اواخر حکومت رضا شاه که بانک ملی شعبه شو در اونجا ساخت. خراب نکرد رضا شاه تکیه دولت، متروک موند، بعد رو اون خرابه بانک ملی اومد خرید و ساخت. یکی از موضوعات بسیار جذاب کنار تعزیه همیشه، خود من به عنوان دانشجوی تئاتر رو دنبال می‌کردم، بحث این بود که تعزیه کمک بسیاری کرده به حفظ بخشی از موسیقی ایرانی ده. بفهمید که چه تفاوتی اساسا می‌بینید بین موسیقی دستگاهی و موسیقی تعزیه، تا بعد ببینیم که چه بخشی رو حفظ کرده. اولا خدمتتون بگم که موسیقی که در تعزیه هست به سه قسمت تقسیم میشه. یه موسیقی سازی هست، یک موسیقی آوازی هست و موسیقی محلی یا بومی.
در مورد موسیقی سازی باید گفت که خب سازهای مثل کرنا، سرنا، تبل، شیپور و غیر و ذالک بیشتر ترومپت و قرنه هم اضافه شده، نی هست، لالوا در مازندران هست، اینها بیشتر فضا سازی میکردن. شما وقتی که به اپرا میرید قبل از اینکه اصلا صحنه شروع بشه یه اوورتوری اپرا داره که این اپرا تقریبا گوشهای همه رو کوک میکنه برای اون موسیقی یا اون صحنه یا اون تراژدی یا کمدی یا هرچی. کار موسیقی سازی در واقع هم تقریبا هم کار انجام میده، این کار رو انجام میده منتها خیلی ضعیف‌تر، هیچ وقت این نتونست به اون شکل رشد کنه، توجه میکنه در همون سطح مبتدی خودش مون. موسیقی آوازیش ولی فرق میکنه، موسیقی آوازیش تا اندازه میشه گفت بر مبنای موسیقی ردیفی و دستگاهی هست ولی الزاماً نیست. من منابع پراکنده ای رو که در این مورد دیدم هم تایید میکنه و هم تایید نمیکنه، چون بعضی از خواننده ها مثل اقبال آذر یا آقای بدیزاده اینها خب خواننده های خیلی خوب ایران بودن، بعد هم رفتن پیش اساتید و دستگاه رو یاد گرفتن. آنچه که در تعزیه به کار برده میشه خیلی محدود، بعضی از گوشه ها برای مقاصد خاصی، برای شبیه خانی، مثلا شما حضرت عباس مثلا در چارگاه، البته چارگاهی که ما میگیم حدود 20 تا 40 تا گوشه داره، ولی وقتی که میگیم چارگاه این یک یا دو گوشه این علت خاصی چارگاه داشته که چرا چارگاه برای حضرت عباس؟ ببینید ما اولیا داریم و اشقیا و نیک و بد، به طور خلاصه نیک و بد هست. آنچه که مربوط به نیک میشه معمولا از آوازها و دستگاهی استفاده میکنن که محزونتر و غمگینتر و سوزناکتر هست. و در مورد اشقیا حالا خیلی جالب هست که هم شما میبینید که اینا به هیچ وجه از موسیقی استفاده نمی کنن چون با حالت رجز خونده میشه و شاید برآمده از سنت نقالی در ایران باشه بیشتر، ولی اولیا از آواز استفاده میکنن. ولی گاهی شما میبینید که این میگم خیلی پیچیده است، قضیه مشخص نیست. بعضی موقع میبینید شمر مثلا یا خور در عراق میخونه، گوشه عراق خب خیلی پرتم تراختر هست و دستگاهی مثل ماهور یا نوا حالت پرتم تراختری داره تا دشتی. من متاسفم که در ایران مذهب نتونست با موسیقی و این نوع کار کنار بیاد، چون اگر کنار بیاد شما ببینید در غرب کلیساها، بعدن اپراها و این همه کارهای زیبا که ساخته شد از هم آغازش همین نمایش‌های موزیکال توی خیابون بوده. ما برخورد مذهبمون با موسیقی چون یه برخورد قهرآمیزی بوده هیچگاه نتوانست اون کسانی که اهل موسیقی بودن بتوانن تن به این کار بدن و بیان داشت، در حالی که به نظر من بسیار کارهای جالبی میشه. آقای چنگاوریان یک قطعه‌ای داره در این مورد، شما میتونید بسیار آثار قشنگی، آقای علیزاده نینوا رو داره که تقریبا نمیشه گفت حالت تعزیه‌ای، ولی خب اگر موسیقیدان‌ها رغبت کنن و بیان تو این کار شما شاهکارهای خیلی زیادی رو میتونید از این بس، چون ریشه در تمدن و فرهنگ ما داره و شاید هم همونطوری که فرمودن قبل از اسلام هم بوده. بنابراین اگر این آشتی بین روحانیت و اهالی موسیقی فراهم بشه شاید این پایه‌های خوبی باشه برای آینده و موسیقی ایران. خب بخش دیگری از صحبت‌های پیتر چلکاوسکی رو با هم بشنویم. از ایشون پرسیدیم که آیا تعزیه یک پدیده کاملا و منحصرا ایرانیه. This is exclusive Iranian. تعزیه نمایش ایرانی است. خب باید بگویم یکی از بزرگترین کارورزان تئاتر معاصر یعنی پیتر بروک درباره تعزیه تحقیق کرده و من از او نقل قول میکنم. میگوید من که نخستین بار تعزیه را در یک روستای خراسان دیدم با پدیده‌ای روبرو شدم که نظیرش را در هیچ نمایشی در جهان ندیده بودم. یک گروه 400 نفره روستایی در یک مکان نشسته بودند و شاهد نمایشی بودند که خود به همه ماجرای آن آگاه بودند. It was towards the end of the 20th century. جالب است که در پایان سده 20 میلادی جهان غرب توجهش به تعزیه جلب شد، زیرا پیتر بروک و دیگرانی همچون گروتوفسکی در تلاش برای یافتن پاسخی به معمای تعزیه برای هنر تئاتر غرب بودند.
آنها به ایران سفر کردند تا شاهد تعزیه باشند. نتیجه‌اش این بود که نمایش تعزیه در غرب از جمله چندین شهر فرانسه و ایتالیا و بعدها در مرکز هنری لینکلن نیویورک برگزار شد. آقای طاهری، جنگ هشت روزه خاورمیانه رو به دوره پیش از بهار عرب به نظر شما بازگردون، شرایطی که معمولاً فلسطینیان و اسرائیلی‌ها تعیین کننده تنش در منطقه بودند و مصر نقش محوری بازی می‌کرده؟ فکر نمی‌کنم، برای اینکه اتفاقاتی که در جریان بهار عرب رخ داده اتفاقات بسیار بزرگتری بود. برعکس، مسئله فلسطین در جریان بهار عرب به اندازه واقعی و طبیعیش کوچک شد، برای اینکه می‌دونید فلسطین یک عذری بوده که نیروهای مختلف سیاسی عرب همیشه ازش استفاده کردند برای فرار از رویارویی با مسائل واقعی کشورهای عرب، و این مسائل واقعی در جریان بهار عرب مطرح شده بود و به نظر من همچنان مطرح خواهد بود. جریان غزه چیزی را عوض نکرد. در حال حاضر مسئله فلسطین اون اهمیتی رو که در جهان عرب داشت یه نسل پیش دیگه نداره. توده های عرب به مسائل دیگه متوجه شدند و در حال حاضر البته ایران سعی میکنه که این خلایی رو که به وجود اومده پر بکنه و مسئله فلسطین رو به هر صورتی که میشه زنده نگه داره، از طریق مسلح کردن گروه های مختلف در غزه، گروه هایی که با هم هم در ضمن اختلاف دارن. همین الان که داریم صحبت میکنیم فشار شدیدی، تنش شدیدی در داخل غزه وجود داره بین جهاد اسلامی، بین بخش های مختلف حماس، بین نوال اسلام، بین سلفی ها، بین اخوان المسلمین، و این مسئله است که به نظر من نمیشه ازش به آسونی صرف نظر کرد. وقتی نگاه بکنید به این جنگ هشت روزه، به نظر شما پیروز جنگ چه کسی بود؟ چه کسی بیشترین در واقع امتیاز رو گرفت در طول این هشت روز؟ اگر نتیجه انتخابات اسرائیل اون چیزی که بسیار ناظران حدس میزنن باشه، برنده این جنگ آقای نتانیاهوست، چون از افزایش تنش استفاده میکنه. برنامه انتخاباتی ایشون این است که به اسرائیلی ها بگه شما در خطر هستین، بنابراین به من رأی بدین، و جمهوری اسلامی با کمک به این برنامه در واقع کمک خواهد کرد که آقای نتانیاهو برنده این جنگ باشه. مناسبات ایالات متحده و اسرائیل که اندکی سرد شده بود در دوران آقای اوباما دوباره گرم شد. اوباما پشتیبانی قاطع و بسیار صریح از اسرائیل اعلان کرد. افکار عمومی آمریکا که اندکی سرد شده بود نسبت به اسرائیل باز دوباره گرم شد، برای اینکه اسرائیل الان در موقعیت است که بگه ببینین موجودیت من در خطره، از هر طرف در محاصره هستم، و به طور کلی شما اگر میخواین از دموکراسی در خاورمیانه دفاع کنین بایستی از من که قدیمی ترین دوستتون هستم دفاع بکنین. بنابراین اسرائیل برنده دیپلماتیک و سیاسی و معنوی این جریان بوده، ولی از طرف دیگه البته این جریان باعث شد که اختلافات داخلی حماس، صرف نظر اختلافاتی که با گروه‌های فلسطینی دیگه داره، اختلافات فقط داخلی حماس، یعنی اون سه بخشی که با هم در رقابت هستن، بخش طرفدار مصر، بخش طرفدار جمهوری اسلامی و بخش طرفدار عربستان سعودی، اینا به هر حال موقتاً دوباره متحد شدن تا ببینن که آینده چه چیزی رو براشون ترسیم خواهد کرد. آقای امیر، بشنویم واکنش شما رو به اینکه برشک پیروز این هشت روز اونطوری که آقای طاهری توصیف کردن، اگر نتیجه انتخابات 22 ژانویه اونطور که نشون هم میده نظرسنجی ها به نفع آقای نتانیاهو باشه، آیا این جنگ سیاسی بوده آقای نتانیاهو و آقای لیبرمن این رو به شکلی اداره کردن؟ ببینید، من تصور میکنم که جنگ هیچ برنده ای نداره. اسرائیل بازنده بود، حماس بازنده بود و روند صلح خاورمیانه بازنده بود، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو کاملا بازنده این جریانه، به خاطر اینکه در انتخابات درون گروهی حزب لیکود که دیروز و پریروز برگزار شد، آقای نتانیاهو در واقع شکست خورد، به خاطر اینکه افرادی
در لیست انتخاباتی حزب لیکود مقام‌های بالا رو به دست آوردن که اونها افراط‌گرا هستند، و این در حالی که نتانیاهو ثابت کرد که سیاست پیشه نیست بلکه سیاست مداره، به این معنی که با اینکه 70% از اهالی جنوب اسرائیل خواهان حمله نظامی زمینی به غزه بودند، نتانیاهو رد کرد این رو و از حمله زمینی خودداری کرد. یعنی نتانیاهو بود که ملت رو رهبری کرد و در برابر خواست اکثریت قرار گرفت و سنجیدگی به کار برد. امروز مقام نتانیاهو در حزب لیکود پس از انتخابات دوران گروهی ضعیف شده. این از یک سو. از طرف دیگه مسلماً حماس و گروه‌های جهاد اسلامی صلیبی‌ها و دیگران هم ضرر کردند. حماس چنان ضرب شستی از اسرائیل گرفت که فتوا صادر کردند و قسم دادند و دستور مذهبی دادند به گروه‌های مختلف که دیگه حق ندارید شما خرابکاری بکنید، موشک اندازی بکنید و به عملیات تحریک‌آمیز دست بزنید. یعنی این رو میشه گفت پیروزی اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل امنیت میخواد، اسرائیل قطع حملات موشکی رو میخواد و این رو حماس تعهد کرده و حتی میخواد جلوی جهاد اسلامی و گروه‌های دیگر رو بگیره. آی آریان، وقتی بحث پیروز جنگ پیش میاد، حالا صحبت از اینکه این جنگ نتیجه سیاسیش برای آقای نتانیاهو چه خواهد بود و برای حماس، از منظر نظامی وقتی که اون گنبد آهنین به آزمون گذاشته شد، به نظر میاد آماری که آمده بود، اینا رو شما اگر من اشتباه میکنم تصحیح کنید، که بیش از نزدیک به 90% راکتایی که پرتاب شده بود رو این سپر دفاعی تونست شکار بکنه. این به نظر شما از منظر نظامی برای اسرائیل پیروزی بود، با توجه به اینکه به نظر میاد که بخش قابل توجهی از موشک‌های فجر 5 و موشک‌های دیگر حماس رو هم در منطقه غزه نابود کردن؟ در مجموع برای اسرائیل 100% یک پیروزی بود، برای اینکه سامانه گنبد آهنین رو که اسرائیل عملیاتی کرد، در اون موقع گزارش شده بود از جمله روزنامه جروسلم پست، گفته بود که 93% این کارایی داره. در زمان این درگیری 8 روزه به نظر میرسه که فلسطینی ها، یعنی حماس و تشکل های دیگر مسلح در نوار غزه، حدود 1500 راکت به سوی اسرائیل اینها پرتاب کردند. آماری رو که اسرائیل انتشار داده نشان میده که بین 80% تا 90% این راکت ها رهگیری شده. البته این بنان معنا نیست که 80% تا 90% این راکت ها رو منهدم کردن، بلکه اون دسته از راکت هایی رو که به وسیله این سامانه رهگیری شد و تشخیص داده شد که به مناطق مسکونی پرتاب شده، اینا رو رهگیری کرده و منهدم کرده. باید بدونیم که اون راکت هایی را که به مناطق غیر مسکونی پرتاب شده، خب از جهت نظامی اهمیت اونچنانی نداره، برای اینکه خسارت اونچنانی وارد نخواهد کرد. ولی به طور کلی این سامانه نشون داد که کارایی لازم رو داره و برخلاف صحبت هایی رو که سرداران سپاه پاسداران به کرات گفتن که بیشتر اینها جنبه شعارگونه داره که گنبد آهنین کارایی نداره، نشون داده که کارایی لازم رو داره. البته در جریان این درگیری یک واحد یا یک آتشبار از این سامانه رو به سرعت عملیاتی کردند و بردند ارتش اسرائیل نزدیک تل آویو که بتونند منطقه بیشتری رو وسعت بدن. به نظر میرسه که اسرائیل با داشتن 10 تا 15 آتشبار خواهد تونست تمام اسرائیل رو پوشش بده برای مقابله با راکت های چه از سوی حماس و چه احتمالاً از سوی حزب الله. چرا ایران تصمیم گرفت کمک نظامیش رو به حماس به نظر شما علنی کنه؟
مدت هاست که ایران متوجه شده که با جریان بهار عرب اون ادعای رهبری رو که در منطقه داشت نمیتونه ادامه بده و ناچار هست به هر حال یک روزنه‌ای برای ورود مجدد به بازی منطقه‌ای پیدا بکنه و این روزنه تنها میتونه مسئله فلسطین باشه. اما مسئله فلسطین رو چطور میشه دوباره زنده کرد؟ از طریق حزب الله نمیشه این کار رو کرد در لبنان، لااقل در حال حاضر، برای اینکه لبنان خودش روی یک انبار بارود هست، در کنار سوریه قرار داره که سوریه خودش همونجور که میدونید در حال جنگ داخلی هست و افکار عمومی در لبنان به هیچ وجه آماده ای نیستند که امنیت و حتی موجودیت لبنان به خطر بیفته بر اساس محاسبات جمهوری اسلامی. بنابراین میمونه غزه. شما چون این برداشتی دارید؟ من ببینید، به نظر من حکومت اسلامی ایران با یک معضل بسیار بسیار بزرگ روبرو هست و میبینه که تمام اونچه که در ظرف 30 چند سال ساخته برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام به تدریج داره فرو میریزه و از دست میره و حکومت ایران داره بازنده صحنه سیاسی خاورمیانه میشه. خب مهمان این بخش از افق آقای گری سیک، استاد امور بین المللی دانشگاه کلمبیا، عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد، جیمی کارتر و رونالد ریگان، مشاور ارشد امور ایران در زمان انقلاب 57 و بحران گروگانگیری هستند. آقای سیک درود به شما، خوش آمدید به افق. شما اخیراً مقاله‌ای نوشتید و در اون اشاره کردید که اگر رئیس جمهوری آمریکا بخواد تمام مشکلات خاورمیانه رو رسیدگی بکنه، فاجعه‌ای رو خواهد داد. به نظر شما ایران برای پرزیدنت اوباما از چه فوریتی در این شرایط برخورداره، به ویژه پس از انتخابات در دوره دولت دوم ایشون، و با توجه به اینکه تیم جدیدی از سیاست خارجی و امنیت ملی سر کار خواهند اومد، این مسئله چه تأثیری روی این رویکرد خواهد گذاشت؟ مطمئن نیستم که تا چقدر میتونه فوریت داشته باشه. روشن است که ایده آقای اوباما از همون ابتدای ورودش به کاخ سفید به گونه‌ای بوده که میخواسته به نوعی با ایران تعامل داشته باشه. اما 4 سال گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. به نظرم میخواد در دور دوم ریاست جمهوریش به موضوعات مختلفی در خاورمیانه بیشتر بپردازه. بحثی که من مطرح کردم اینه که با شروع از ایران شاید قادر بشیم به مقوله‌های دیگر مرتبط در منطقه هم برسیم. اگر در زمینه مذاکره با ایران موفق عمل کند، آنگاه میتواند در برابر بخشی از دیگر موضوعاتی که مد نظر دارد از موضع بهتری برخورد کند. چند ماه باقی مونده تا انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران، چقدر احتمال میدید که در واقع این توی این فاصله زمانی اتفاقی رخ بده؟ و اساساً با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای حرف آخر رو در حوزه روابط با آمریکا و سیاست خارجی و حتی برنامه هسته‌ای میزنه، چقدر اهمیت داره که منتظر این باشیم در انتخابات ریاست جمهوری بعد در ایران چه رخ خواهد داد؟ نظر شخصی من این است که انتخابات آینده ایران چندان مشکل حادی نیست. رک بگویم، انتظار نمی رود که این انتخابات خیلی رقابتی باشد. من کاملا انتظار انتخاباتی مشابه انتخابات مصر دوران مبارک را دارم که تقریبا همه از اول می دونن که قرار است نتیجه آن چه شود. نکته دیگر این است که از اختیارات رئیس جمهور ایران طی این سالها به تدریج کاسته شده و در نتیجه اینکه رئیس جمهور چه کسی باشد کوچکترین عاملی است که میتواند بر روی چنین مذاکرات احتمالی تأثیر داشته باشد. برای همین از نقطه نظر من انتخابات آتی ایران نمیتواند مانعی در برابر این موضوع باشد. اگر من در کاخ سفید بودم، حتما پیشنهاد میکردم که فوراً دست به کار شویم تا ببینیم چه کارهایی میشود کرد، به جای آنکه تا انتخابات ایران همینطور بشینیم و دست روی دست بگذاریم.
خب اگه مذاکرات بخوان به صورت پیگیری بکنن، شما اخیراً در یک مطلبی پیشنهاد کردید که آمریکا سطحی از غنی‌سازی رو بپذیره در ایران، در این حال بخشی از تحریم‌ها برداشته بشه، ایران هم با بازرسی‌ها و محدود کردن برنامه هسته‌ایش موافقت بکنه. آیا شرایط رو اصلا آماده می‌بینید برای این مهم؟ آیا ایران و آمریکا هر دو برای این نکاتی که اشاره کردید آماده هستن؟ به عنوان مسائلی که از دیرباز وجود داشتند، فکر میکنم کلیات یک راه حل مناسب هم مشخص باشد. هیچ رمز و رازی برای اینکه دو طرف چه کارهایی باید بکنند در کار نیست. در واقع سوال اصلی این است که نیات سیاسی طرفین چیست؟ آیا ایران حقیقتاً برای مذاکرات اختصاصی با آمریکا که بتوان در طی آن دستور کاری برای مذاکرات علنی مشخص کرد تمایل دارد؟ آیا ایالات متحده این واقعیت را میپذیرد که ایران اورانیوم را غنی سازی می کند و در آینده هم احتمالاً ادامه خواهد داد؟ اینطور نیست که تصور این مسائل دشوار باشد. مسئله این است که اینها پیامدهای سیاسی سنگینی به دنبال خود خواهند داشت. از دید ایران، آمریکا شیطان بزرگ است، یک دشمن است. برای همین گفتگو با ایالات متحده به منزله زیر پا گذاشتن این موضع خواهد بود و تبعات سیاسی برای ایران خواهد داشت. از دید آمریکا، ایران کشوری است به شدت نامحبوب. از هیچ حمایتی در داخل ایالات متحده برخوردار نیست. هیچ پایگاهی اینجا ندارد. برای همین دست زدن به اقدامی که در تناقض با مثلا آنچه که اسرائیل می‌خواهد دست به آن بزند، پیامدهای گسترده‌ای از نظر سیاسی برای آمریکا خواهد داشت. از این رو نوعی فداکاری یا شهامت سیاسی از جانب هر دو طرف لازم است و در طول 30 سال گذشته شرایطی که دو طرف حقیقتاً آمادگی داشته باشند چنین شهامتی را از خودشان نشان بدهند وجود نداشته. برای همین راه حل ماجرا معلوم است. رسیدن به آن است که به مراتب از توصیف این راه حل مشکل تر می نماید. آیسک، توی فیسبوک هم ما ابتدای برنامه یک پرسشی مطرح کرده بودیم. اکثریت کاربران گفته بودن این مردم ایران هستند که ضرر می‌بینن از مذاکره با ایران. مردم ایران به نظر شما چگونه نگاه خواهند کرد اگر چنین مذاکره دو جانبه که شما ازش صحبت می‌کنید و فکر می‌کنید خیلی اهمیت داره رخ بده؟ درسته که از یه طرف تحریم‌ها احتمال داره لغو بشه، ولی از یه طرف دیگه مردم نگاه می‌کنن به اینکه آمریکا با حکومتی که اونها رو سرکوب کرده در طول سال‌های گذشته نشسته پای میز مذاکره. از دید من این مسئله هم در مورد مردم آمریکا و هم در مورد مردم ایران صادق است، و آن اینکه اگر از آنها بپرسید بین جنگ یا مذاکره کدام را ترجیح می دهید، آیا تلاش برای انجام گفتگوهایی صادقانه را ترجیح می دهید یا مواجهه با یک درگیری نظامی تمام عیار، به نظر می رسد هم ایرانی ها و هم آمریکایی ها با حرکت به سمت مذاکره موافق خواهند بود. مشکل این است که هر دو کشور هیچگاه واقعا نگذاشتند که مقدمات این کار با دورنمایی واقع بینانه شکل بگیرد و مردم دو کشور هم هیچگاه فرصت اندیشیدن به این مهم را پیدا نکردند. برای همین فکر می‌کنم یک مقدار تلاش سیاسی لازم است که توسط هر دو طرف به کار گرفته شود تا عموم مردم را متوجه این واقعیت کنند که این برای هر دو طرف ارزشمند خواهد بود و هر دو کشور از آن نفع خواهند برد. شما در یکی دو تا از یادداشتاتون در مقالاتی که نوشتید اشاره کردید به اینکه اهمیت داره شرایط اسرائیل و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس رو در یک مذاکره اینچنینی مد نظر داشت. چقدر به نظر شما اسرائیل مشخصاً و بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس نگران عادی شدن روابط ایران و آمریکا هستن؟ خب این تاریخچه طولانی دارد. همه به یاد دارند که ایالات متحده روابط خیلی نزدیکی با ایران در دوران حکومت شاه داشت. روابطی چنان نزدیک که در واقع به هم وابستگی متقابل پیدا کرده بودند. بعداً با پیروزی انقلاب آن روابط به سر رسید و چند سال بعد از آن در خلال جنگ ایران و عراق ایالات متحده با هدف فروش اسلحه ارتباطی پنهانی با ایران برقرار کرد. درست در بحبوحی جنگ که آمریکا در واقع از عراق حمایت میکرد. این برای اعراب اتفاقی شوک‌آور بود. بعداً عرب‌ها شاهد حمله آمریکا به عراق بودند و در همسایگی آنها بعد از سال‌ها برای اولین بار یک دولت شیعه را روی کار آورد.
خلاصه آنها همه این اتفاقات را می دیدن و پیش خودشان می گفتن که شاید ایالات متحده واقعاً با ایران بدبستان دارد. البته از دید آمریکا این نظری مطلقاً بی‌معنی و مضحک بود. چیزی بود که حتی تصورش هم دشوار بود، اما برای اعراب خلیج فارس دشوار نبود. من فکر می‌کنم که دیپلمات‌های ما باید سعی کنند تا توضیح بدهند که این مذاکرات می‌تواند به نفع همه طرف‌های زیرب باشد، از جمله اسرائیل. اگر این گفتگوها سر بگیرند، هر نتیجه و هر گونه توافقی که ممکن است حاصل شود برای تندروهای واقعی در اسرائیل رضایت بخش نخواهد بود و نارضایتیشان را هم به گوش آمریکایی‌ها خواهند رساند. برای این مسئله هم باید فکری کرد. در نتیجه به نظر من هم اسرائیلی‌ها و هم اعراب نسبت به هر توافقی بین ایالات متحده و ایران بدبین خواهند بود. اما به هر حال این دلیل نمی شود که هیچ کاری نکنیم. آیسک، اعتقاد دارن که در مسکو و در پکن گروه‌هایی هستن، افرادی هستن که علاقه ندارن به حرکت ایران و آمریکا به سمت یک عادی سازی رابطه. نظر شما روسیه و چین چه چیزی رو از دست میدن از چنین مذاکره احتمالی؟ به نظرم چین به خصوص از حضور آمریکا در منطقه خلیج فارس و مراقبت از خطوط کشتیرانی سود خواهد برد. درست است که ایران از بسیاری از این خطوط برای ارسال کالا استفاده می کند، ولی بقیه کشورها هم از منطقه گرفته تا چین از آنها استفاده می کند. برای همین اصلا فکر نمی کنم که چین مخالف هر گونه توافقی بین ایران و آمریکا برای انجام مذاکره باشد. روزها هم در واقع ایالات متحده را به برگزاری مذاکرات اختصاصی که نتیجه‌ای در بر داشته باشد تشویق می کنند. پس تا آنجا که من می دانم، هم روسیه و هم چین کاملا آماده اند تا هر گونه گفتگویی بین آمریکا و ایران که به نوعی به یک راه حل برسند سر بگیرد. چقدر به نظر شما این نکته مهمه؟ بسیاری اعتقاد دارن که اگر قراره که مذاکره صورت بگیره، بعد دو کشور بر سر یک نقطه با همدیگه اشتراک منافع داشته باشن. فکر میکنید این مهمترین نقطه مشترک منافع در واقع بین ایران و آمریکا کجا خواهد بود؟ آیا سوریه به نظر شما میتونه این نقطه باشه که باعث آغاز همکاری ایران و آمریکا بشه بعد از سالها؟ سوریه در حقیقت پایان کار خواهد بود، نه شروع کار. موضوعات مشترک متعددی میان ایران و آمریکا وجود دارد. هر دوی ما می‌خواهیم که تجارت مواد مخدر که در افغانستان در جریان است پایان بگیرد. هر دو کشور می‌خواهند که در افغانستان و عراق وضعیتی باثبات برقرار باشد. می‌خواهیم در خلیج فارس آرامش حاکم باشد. اینها چیزهایی است که با هم اشتراک نظر داریم و من فکر می‌کنم که می‌توانیم بر سر آنها به توافق برسیم. اما سوال اینجاست که چطور؟ اگر ایالات متحده و ایران بتوانند زمینه مشترک برای حل مسئله هسته‌ای پیدا کنند، آنگاه می توانند برای مسائل دیگر از جمله سوریه هم راه حلی پیدا کنند. اوضاع سوریه در مقاطعی نیازمند ایران خواهد بود و آمریکا در برابر ایده ورود ایران به حل بحران سوریه تا به امروز مقاومت کرده. اگر حداقل گفتگوهای متعادل و موفقی را با ایران داشتیم، آن وقت می توانستیم یخهای موجود را آب کرده و بگذاریم ایالات متحده و سایر کشورهای منطقه در کنار سایر موضوعات موجود در مورد سوریه هم به طور مستقیم با ایران مذاکره کنند. بگمان من مذاکره کردن همیشه لازم بوده. من چندین و چند سال هم نوشتم هم گفتم که صحبت نکردن چه از طرف ایران چه از طرف آمریکا این سیاست نیست، این نداشتن یک سیاسته. مهم در این است که چگونه مذاکره بکنیم، در چه مسائلی مذاکره بکنیم، چه نوع مسائلی رو در یک مجموعه در نظر بگیریم. رانالد ریگن دو سال اولی که سر کار اومد گفت ما با شوروی مذاکره نمی کنیم، این یک امپراتوری شیطانی است. بعد شولتز گفت ما با اینها هزار و یک مسئله داریم، باید باشون مذاکره بکنیم، ولی باید در هم در باب مسئله اتمی مذاکره کنیم، هم در باب مسئله اروپای شرقی مذاکره کنیم، هم در مورد مسئله حقوق بشر که قرارداد هلسینکی از اون در اومد. روسا گمان نمی کردن که مسئله حقوق بشر برای کل تحولات آتی مهم خواهد بود. به گمان من اگر آمریکا فقط در مورد مسئله اتمی با ایران مذاکره بکنه، دقیقا همون جوابی که کاربران شما دادند
صحت پیدا خواهد کرد. یعنی این در حکم قربانی کردن مذاکرات و تلاش ها و مداومت های مردم در جهت دموکراسی است. من همیشه گفتم که مذاکره خیلی خوبه، ولی بایستی ببینیم که در این پیروی از اصول دیپلماتیک دچار شادی کودکانه که بگیم همه دور هم جمع بشیم و مذاکره بکنیم و فقط به صرف مذاکره کردن مذاکره رو حل مسئله بدونیم، من فکر میکنم همونقدر که رد مذاکره دور از عقل هست، قبول چنین ساده نگری هم به نظر من مردوده. در ادامه صحبت آقای گری سیک که همیشه مدافع مذاکره بودن، ایشون دیپلمات هستن و خیلی هم قابل قبول صحبتشون، ولی نمونه خیلی روشن این ساده نگری رو در اینجا میتونید ببینید که همه فشار در این هستش که آمریکا کوتاه بیاد، در حالی که به نظر من اینجا آمریکا نیست که احتیاج به کوتاه آمدن داره. مسئله این هستش که آقای گری سیک و خیلی کسای دیگه که در عرض این 30 سال به صورت متخصصین مسائل ایران در آمدن، هیچ اطلاعی در حقیقت از ساختار قدرت در ایران ندارن و مرتب چیزهایی میگن مثل اینکه آقای خامنه‌ای قدرت مطلق رو داره. نه، آقای خامنه‌ای قدرت مطلق رو نداره. آقای خامنه‌ای تا جایی قدرت مطلق رو داره که بتونه که این سیستم خیلی حساس رو بتونه که مدیریت بکنه. مسئله اینه که با سپاه پاسداران چیکار میکنن. هر جا کوچکترین منفعتی برای طرف مقابل، یعنی در ارتباط با متوقف کردن غنی‌سازی پیش بیاد، که مسئله رو سپاه پاسداران جلوش رو میگیره، نمیذاره که این کار انجام بشه. بزرگترین مقاومت از داخل سپاه پاسداران در ارتباط با روند مذاکره و مصالحه خواهد بود. در ادامه گفته های دوستان آقای کیان، من فکر نمی کنم حزب سپاه پاسداران یک حزب واحده یا یک نظر واحدی داره. شما اگر پرونده سپاه رو در یک سال اخیر نگاه بکنید، تعداد کسانی که برکنار شدند، تعداد کسانی که کشته شدند، به غضب الهی گرفتار آمدند، تعداد کسانی که نامه های بسیار تندی به آقای خامنه‌ای نوشتند و از نحوه اداره مملکت و نحوه مذاکره و یا مذاکره نکردن انتقاد کنند، اینها رو کنار هم بگذارید، به نظر من به این نتیجه نمیرسید که ما با یک پدیده یک پارچه ای به عنوان سپاه پاسداران رو هستیم. بحث زیادی مطرح بود سالها که اگر آمریکا تضمین امنیتی بده به ایران، اون چیزی که آقای خامنه‌ای الان ازش صحبت کردیم نگران هست، اگه بحث بقای رژیم هست، اگر چنین تضمین امنیتی داده بشه شاید بسیاری از این مشکلات حل بشه، ولی ظاهرا آمریکا حاضر نیست چنین تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی ایران بده. من فکر می‌کنم آمریکا حاضر نیست، برای اینکه آمریکا نه حق داره و نه میتونه. تنها کسی که میتونه آینده سیاسی ایران رو، تنها کسی که باید آینده سیاسی ایران رو تعیین بکنه، رژیم آینده ایران رو تعیین می‌کنه، مردم ایران و غیر. واشنگتن چیکار است برای آینده ایران تعیین تکلیف بکنه؟ آقای خامنه‌ای خواهد که آمریکا تضمین بکنه که مردم ایران رو اجازه نخواهد داد علیش برخیزند. هیچ کسی حق چنین کاری نداره. اون به نظر من اون چی که میخواستن این بود که آمریکا از کمک به مخالفین دست برداره. اگر بخوایم بر سر یک جای، یک نقطه مهم که الان آمریکا و ایران هر دو بهش نگاه میکنن به عنوان مسئله حیاتی منافع مشترک هر دوشون، اون نکته که آقای گرسی گفتن سوریه میتونه این نقطه باشه، فکر میکنید جایی هست برای اینکه دو کشور شروع بکنن به همکاری و در نهایت نتیجه خوبی هم داشته باشه برای هر دوشون و برای منطقه؟ بدون شک سوریه بسیار بسیار مطلب مهمی است و میتونه که مورد نظر قرار بگیره، ولی باز هم توجه کنید درجه اهمیت هر مطلبی رو که میخوایم برداریم مقایسه بکنید با درجه اهمیت مطالب دیگه و ببینید تاثیرش چقدره. اگر ما چون بعدی رو بخواهم میخوام تو اون زمینه بقای رژیم باز ببینیم، این اگه قرار باشه که سوریه برای ایران انقدر اهمیت پیدا بکنه، ببینید هر چی که با ظلم و زور و وحشت و پرخاشجویی و قدرت مطلق و فردگرایی در ایران مخالفت داشته باشه بازدارنده حل مسئله است. شما هر تصمیمی که میخواد بگیرید، هر تفکری که دارید، این رو آزمون بکنید در قبال اون منافعی که شما میخواد ببینید چه کسانی ضرر میبینن اینجا،
اینو بایستی دقیق تر بررسی کرد، چون اگه بررسی نکنیم خیلی ساده لوحانه میخوایم که فقط مذاکره کنیم. مذاکره چیز خیلی خوبیه، برای که تو کتاب نوشته مذاکره خیلی خوبه، منم 100% با این موافقم. آقای واحدی، قبل از اینکه وارد بحث مسائل سیاسی داخلی و مطالب مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری بشیم، ابتدا من دوست داشتم نظر شما رو، واکنش شما رو به اون چیزی که دیروز در برلین رخ داد و عده‌ای از ایرانیان حمله میکنن، اعتراض میکنن، حالا با سنگ رنگ، با روایت متفاوتی هست که داخل حیات سفارت رفتن، داخل ساختمون نرفتن و بحثی به هر شکل وارد فضای سفارت جمهوری اسلامی در برلین شدن. یک سال پیش روز سه‌شنبه 8 آذر گروهی در ایران در تهران رفتن و سفارت بریتانیا رو گرفتن، منجر به قطع ارتباط شد. چقدر این نوع حرکت‌ها در خارج از کشور دفعه اول هم نیست که در واقع ایرانیان معترض به این سفارت‌ها میشن؟ فکر می‌کنید این شیوه عمل شیوه درستی است؟ به نام خدا، سلام به شما بینندگان و مهمانان برنامه. من اجازه می‌خوام قبل از اینکه پاسخ بدم، چون بحث انتخابات هست و دو سه جلسه ما اینجا در حضور آقای دکتر مهدی خزعلی با اینکه اختلاف نظر با ایشون داشتیم صحبت کردیم، ازشون یاد بکنیم که الان در زندان هستن و همچنین خانم ستوده که در وضعیت بدی هستن در اعتصاب قضا و زندان دیگه. یه نکته من بگم، چون اشاره کردید با خزعلی، ما تو این چند وقت تر تماس بودیم با اعضای خانواده ایشون و ظاهرا خانواده ایشون رو تحت فشار گذاشتن که حتی با رسانه‌ها صحبت نکنن در مورد وضعیت ایشون. بفرمایید. طبیعیه. ببینید، اون چیزی که در آلمان اتفاق افتاده از دو سه تا منظر میشه نگاه کرد. یکی این که به هر حال الان در خیلی جاهای دنیا، نه فقط در ایران یا مرتبط با ایران، عرف شده برای اعلام اعتراض به عملکرد یک حکومت، کسانی که در خارج از کشور هستن به سفارتخونه اونجا مراجعه میکنن. طبیعتاً بستگی به میزان بغض و کینه‌ای که وجود داره یا عصبانیت که وجود داره، ممکنه واکنش‌ها هم متفاوت باشه. من هنوز جایی ندیدم که خیلی حرکات غیر اخلاقی انجام شده باشه یا کسی رو ایذا اذیت کرده باشن. اگر کسی رو واقعا آزار و اذیت کرده باشن، هر کس باشه، حتی اگر کسی مجرم هم باشه، باید محاکمه بشه. اگر اون باشه طبیعتا ما دفاع نمی‌کنیم، اما این الان عرف زمینه که این عرف رو جمهوری اسلامی پایه‌گذاری کرده. به نظر من خود حکومت مقصر، هیچ راهی برای اعتراض باقی نگذاشته، چه در داخل و چه در خارج از کشور. به همین جد و بعدم اگر کسانی میرن در جلوی سفارتخانه تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌کنن، فیلم برداری ازشون می‌کنن، وقتی برمیگردن ایران یا خانواده‌شون تحت فشار می‌ذارن، به نظر من شاید راهی غیر از این نبوده. اگرچه عرض می‌کنم خشونت رو قرار هیچکدوم از ما ترویج نکنیم، اما واکنش‌ها رو نمیشه خیلی در قالب منطق‌ها برد. من فکر میکنم که نفس اعتراض که خب مفروض است، قابل دفاع در هر جغرافیای سیاسی، به هر حال شهروندان حق دارن اعتراض خودشون رو به سیاست‌های حاکم، به خصوص نظام سیاسی مسلط، ابراز کنن. ولی فقط نکته‌ای که وجود داره، و حالا من فکر میکنم که در تکمیل صحبت‌های آقای واحدی باید اون رو برجسته کرد، اینه که به هر حال ما شیوه‌هایی رو که اخلاقی نمی‌دونیم و شیوه‌هایی رو که خودمون نفی و طرد می‌کنیم، نباید تعقیب کنیم یا در عمل سیاسیمون به اونها تمسک کنیم. یعنی اگر خشونت بده، اگر خارج شدن از گفتمان اعتراضی در از کلام بد هستش، اگر رفتارهای پرخاشگرانه یا دست زدن به اقداماتی که خارج از عقلانیت سیاسی هستش از سوی حکومت درست نیست، طبیعتاً در نقطه مقابل کنشگران سیاسی هم موظفن خودشون رو تعدیل کنن یا رعایت کنترل کنن ابراز عقیده سیاسی خودشون رو. به این معنا حق اعتراض سیاسی مفروض هستش، اما در مورد شکلون، چون من اطلاعاتی بیشتر از اون چیزی که در سایت ها اومده ندارم، نه از کسانی که معترض شدن، چون دو تا روایت بوده، خبرگزاری داخلی اونها رو منتسب کردن به نیروهای برانداز یا مخالف ساختاری جمهوری اسلامی، صراحتا گفتن که فارس نوشته که این کار مجاهدین بوده. آقای کاظمیان، بله همین، یعنی به هر حال خبرگزاری های نزدیک به حاکمیت در ایران چون این روایتی دارن، در خارج به هر حال پناهجویانی هستن و شهروندانی هستن که از ایران به هر دلیل مهاجر شدن یا رانده شدن یا در تبعید هستن، و به هر حال نفس اعتراض در هر شکلی قابل دفاع است. اما اون چیزی که مهمه شکل رفتار است، یعنی هر در واقع تمسک به هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف قابل توجیه نیست، به خصوص که ابزارهای خشونت‌آمیز درش وجود داشت باشه و عقلانیت سیاسی رو یا به هر حال رفتارهای مسالمت جویانه رو متولور نکنه. اولا به اعتقاد من یه تفاوتی از بین حمله بسیجیان داخل به سفارت انگلستان، چون بالاخره سفارت انگلستان نماینده قانونی و واقعی انگلستانه، بریتانیاست،
یه موج پاسدار وقتی که حمله میکنن اونجا رو با آشوب میکشن. این تفاوت داره که یه عده ایرانی، آلمانی‌ها که حمله نکردن به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان، ایرانی‌ها حمله کردن، میگن آقا تو نماینده ما نیستی، درستم میگن. در مورد شکل قضیه هم خب متاسفانه ماها که نمیتونیم تعیین بکنیم. دفعه پیشم در نیویورک دیدید که یه مقدار خب حرفای بدی زدن به مهمان پرست، اینها رو ما که نمیتونیم تعیین کنیم. وقتی همه راه ها بسته شده خب به این شیوه ها دست میزنن. بهترش این بود که تمام کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی تمام این سفارت خونه ها رو میبستن راحت، دیگه هموطنان هم به خودشون زحمت نمیدادن برن تو سفارت. خب چون راهی نیست به حرف ما گوش نمیکنن، خب این کارا رو میکنن. ما نمیتونیم محکوم کنیم که واقعا اینم که جمهوری اسلامی خب تو این چند ماهه که مجاهدین از لیست تروریستی در اومدن سعی میکنن همه کارها رو به اینها منتسب بکنن تا خب مثلا در صحنه بین‌المللی بتونن یه مقدار فشار رو بر اونها اضافه کنن. به اعتقاد من امروز صبح دیدم یه گروهی به نام آنارشیست ها اومده بودن بیانیه داده بودن، گفته ما بودیم. من واقعا اطلاعی ندارم، ولی واقعش اینه که به نظر من ما که نمیتونیم محکوم کنیم. مگه ماها در حدی از ما نمیدونیم اولا چی بوده داستان، ثانیا جمهوری اسلامی اصلا اونجا بیخود هست، باید کرسیشو از سازمان ملل هم بگیرن چه برسه سفارتخونه هاشونو، بعد برسیم به اینجا که خب شیوه برخورد با این سفارتخونه های غصب شده توسط جمهوری اسلامی چیه. ولی اتفاقی که رخ داد و خبری که به نظرم قابل توجه است، تغییر معاون سیاسی سپاه هست در کمتر از یک سال. آقای نوری رو همین چند پیش گذاشته بودن سر کار و به سرعت به فاصله چند ماه بعد یک فرد دیگری آقای رسول صنایع راد آوردن. و این هم اشاره بکنم آقای صنایع راد اخیراً یه مطلبی نوشته بود و برنامه ما رو متهم کرده در اونجا، یه مطلبی است به عنوان مثلث شوم سپاه حراسی، و گفته این برنامه سرداران حکومت سرداران که ماها پیش از همین برنامه افق پخش شده نقطه آغاز به قول اونها کلید زدن پروژه سپاه حراسی بوده و بعد این رو در داخل ایران دنبال کرده. این فرد در واقع معاون سیاسی سازمان عدید طبیلی به اسم سپاه هست. چه میگذره؟ چرا فکر میکنید که این تغییرات داره انجام میشه؟ چرا این آدم داره میاد سر؟ من یه شوخی بکنم، میگفتن یک کسی خونش کنار اتوبان بود، بعد بهش میگفتن ماشین انقدر سریع رد میشن، رو تا اصلا ازش میگفت نه نه نه. این مقاله آقای صنایع راد که من خوندم هی همه جاش گفته که اصلا ما توجه نمی‌کنیم، ولی کلی فوش به همون برنامه داره که نشون میده اتفاقا مثل کسی که خونش کنار اتوبان بوده حسابی از این برنامه تحت تاثیر قرار گرفته. واقعیتش ببینید اتفاقی که افتاده یک منش کلی حاکمیتی و مدیریتی آقای خامنه‌ای داره، و اون اینه که افراد هیچگاه احساس ثبات نکنن. معمولا مدیران ضعیف اینطور هستن، مدیرانی که ضعیفن و میترسن از زیر دستانشون شرایط ایجاد میکنن. یعنی شما حتما دنبال منطق نباشید که تعویض یک انسان، یک مدیر، یک فرد، یک مسئول حتما یک منطق مدیریتی پشت سرش باشه. یک نوع ایجاد در واقع التهاب، عدم ثبات و استقرار رو در همه ایشون ایجاد میکنه، دلیل خاصی هم نداره. مثلا در یه دوره ظرف 3 سال دو دفعه فرمانده نیروی انتظامی رو عوض میکنه، یک بار یه آدم بی کفایت مثل احمد مقدم رو 8 سال نگه میداره. یعنی ایشون خیلی ثبات نداره کارهاش. اما در مورد این موضوع به خصوص میتونه کاملا، یعنی ما که انگیزه یابی نمیتونیم بکنیم و انگیزه خانی، اما میتونه متاثر باشه از اینکه توقعاتی که داشتند رو برآورده نکرده. یعنی اون چیزی که شبکه ایران نوشته، چون خودشون به خوبی میدونن خودشون دارن در آستانه انتخابات مرتب فرماندارها و استاندارها رو عوض میکنن، اومدن در مورد معاونت سپاه هم گفتن حتما توقعات رو برآورده نکرده، این کار انجام میده. من خودم چون به این ترتیب نگاه میکنم که حاکمیت سیاسی در ایران کاملا وجه اقتدارگرایانه داره، متکی است به شخص رهبر جمهوری اسلامی و البته در کنار ایشون، گرداگرد ایشون و همسو با رهبر جمهوری اسلامی یک جریان امنیتی نظامی رانتی هست، و آیت الله خامنه‌ای و این جریان امنیتی نظامی رانتی به هر حال در یک تعاملی با هم دیگه به سیاست گذاری و خط مش گذاری میکنن و پروژه های اساسی نظام رو طراحی و هدایت میکنن، البته به سکانداری آقای خامنه ای. طبیعتا در یک فضایی که ترسیم شد هر گونه تغییر و تحول میتونه معنیدار باشه. یعنی تمامی کسانی که تأمین نمیکنن مطالبات نظام سیاسی رو یا خروجی حاکمیت رو اونچنان که هست تضمین نمیکنن به حاشیه رونده میشن. ببینین الان از زمانی که آقای نوری اومده تا
این سرهنگ سنایی راد حدودا یک سال گذشته و به هر حال افراد موقعی که در یک مقامی قرار میگیرن بدون بررسی کارنامه اونها انتخاب نمیشن، ولی وقتی که در موقعیت قرار میگیرن طبیعتاً ادبیات اونها، موضع‌گیری اونها، مصاحبه ها یا تعامل اونها با مرکز ثقل قدرت میتونه تغییر بده جایگاه اونها رو، یعنی باعث حفظ اونها بشه، باعث ارتقای موقعیت اونها بشه یا باعث تغییر اونها. به خصوص در ماهای مونده به انتخابات ریاست جمهوری 92 که به هر حال میتونه یه نقطه عطف باشه برای یک دستسازی بیش از پیش نظام سیاسی یا تامین هرچه بیشتر مطالبات مرکز ثقل قدرت، این دست تغییرات به نظر من بی‌معنی نیستش و همه در راستای اون چشم‌اندازی که جریان تمامیت‌خواه برای خودش تعریف کرده قابل ارزیابی هستش. ببین خمینی اولش که اومد نمیتونست با شعار آزادی و دموکراسی اومده بود نمیتونست که انتخابات نگذره، ولی بعد که مستقر شد دیگه چرا نمیاد قطعش کنه دیگه؟ تو ولایت مطلقه فقیه که انتخابات معنی نداره، رئیس جمهور معنی نداره. خب یه فوایدی براش داشت تو این سالها، تو این 30 سال گذشته حکومت فایده برده ولی داره تغییر میکنه. فایده اولش این بودی که خب مشروعیت میداده به نظام، مردم رفتن پای صندوق و نظام مشروعیت داره. دومش این که مردم رو فریب میداده که ببینید دنبال راه حل دیگه ای ندید، بالاخره تو انتخابات یکی پیدا میشه مشکلات شما رو حل میکنه، چرا دنبال ساختار شکنی میدید، تغییر رژیم میدید، همین انتخابات خوبه. یکم جامعه بین المللی فریب میده که آقا این دفعه نشد، با خاتمی نشد، با کنار بیاید با احمد نژاد نشد، دفعه دیگه انتخابات امامزاده میاد مسئله همه ما رو حل میکنه. یکم تقسیم قدرت بین جناها، این انتخابات نمایشی فایدهش اینا بوده، ولی شرایط فرق کرده. اگه ما تفاوت شرایط رو نبینیم فکر کنیم تکرار گذشته، حتی 4 سال پیش هم فرق کرده بود با 30 سال گذشته. و اونم اینه، حکومت وضعش خرابه، ورشکسته است. ببینید یه جنبش دموکراسی خواهیه، آتش زیر خاکستر هست. بنابراین حکومت در درجه اول در انتخاب قبلی اومد یک مقدار برای گرم کردن تنور انتخابات فضا رو باز کرد، دید که این اعتراضات مثل آتش فشان بیرون زد، بنابراین زیر بار نمیره. رژیم ورشکسته است، مردم گرسنه‌اند، تحریم ها هست و این زیر بار این نخواهد رفت، میخواد یک انتخابات حداقلی برگزار کنه. بنابراین همه اینها رو که جمع میزنیم، به جناح بندی ها که نگاه میکنیم، میبینیم اشکال در اینه. وضع حکومت خرابه، حرف خامنه‌ای رو نمیپذیرن، تمام جناح ها صداشون در اومده، علت اصلیش هم فقط تقسیم قدرت و بردن بخشی از سفره مردم نی، دلیل اصلیش به اعتقاد من همینه، حکومت در آستانه سقوط، جناح ها صداشون در اومده که آقا با این ناخدایی که روی این کشتی هست یعنی خامنه‌ای همه ما غرق خواهیم شد، کوتاه نخواهند اومد. بنابراین به نظر من نمایش انتخابات سال آینده برای ولی فقیه بسیار دشواره. سعی میکنن کنترل کنن تو سپاه و همه جا، این قوانینی که میخوان عوض بکنن، تغییر آدمهایی که میدن، همش رو باید در این رابطه دید. به نظر میسه حتی این تغییرات بیش از این که تاثیرگذاری بر انتخابات درش مد نظر باشه، ایجاد نوعی فضای انتخاباتی مطرحه. یعنی همین بحثایی که ما میکنیم که بر خاطر انتخابات در این کار انجام بدن که خیلی جدی بگیریم، مثل که مثلا اگه آقای نوری باشه قالیباف میشه رئیس جمهور، اگر آقای سنایی راد باشه مثلا حداد عادل میشه، کما اینکه بعضی حتی همین بحث تغییر قانون انتخابات رو هم من از همین زاویه میبینم. یعنی ببینید شما در انتخابات یا بایستی واقعا یک رقابت اصیل و استانداردی وجود داشته باشه، آدمهایی بیان با برنامه مشخص با هم دیگه صحبت کنن یا از جناح مختلف، یا اگه قرار از داخل یه مش آدمایی که فقط تفاوتشون که کدومشون مجیز بیشتر میگن یکی انتخاب بشه، باید فضای کشور رو به هر حال یک نوع انتخاباتیش بکنن. من گمان میکنم باز هم حاکمیت، البته من تعلیم اینه که تا حدود بهمن ماه سختگیری ها بیشتر میشه، بگیر به من تا بیشتر میشه، از اون به بعد شروع میکنیم باز کردن و باز هم به طرف انتخابات که اگر انتخاباتی برگزار بشه همین امکان مصاحبه با رسانه‌های خارجی هم فراهم خواهد شد. از این دیدگاه به نظر من فشاری بر فعالان سیاسی و انتخاباتی نخواهد اومد، چون اصلا فعالانی به اون معنا وجود نداره. اگر ما در رابطه با انتخابات صحبت میکنیم یا در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات که الان در مجلس در جریان هستش و قرار بررسی شه، ولی به هر حال فراموش نکنیم که دو نامزد انتخابات قبلی آقای موسوی و کروبی الان حدود 22 ماه هست در حبس هستند، در حصر خانگی هستند، بدون اینکه حتی محاکمه نمایشی مثل دیگر زندانیان برای اینا برگزار شده باشه، یا به هر حال زندانیان سیاسی با وجود اینکه در اختیار بازجوها هستند، در تحت فشار جدی هستند، یعنی از خانم ستوده که امروز 45 امین روز اعتصاب قضاش است، از آقای سعید مدنی یک جامعه شناسی که حامی جنبش سبز 11 ماه هست، ایشون در بند 209 اسیره، یا آرش سالی نماینده وزارت اطلاعات ظاهرا گفته بوده که خانم
ستوده به اعتصاب غذاش ادامه بده، ظاهرا توصیهشون به خانم ستوده هم این بوده. بله، یعنی به هر حال علارغم اینکه زندانیان در اختیار نهاد قضایی و بازجوها و نهاد امنیتی هستند، ولی باز هم سختگیری در مورد اونها لحاظ میشه و این علاوه بر فضایی است که شامل تمام جریان‌های سیاسی در ایران شده، به خصوص اونهایی که منتقد هستند و اصلاح طلب. توافق دوشنبه 13 آذر ماه.